شنوندگان گرامی شبکه جهانی پارس، من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز جمعه 26 ژانویه 2022 میلادی، ببخشید 24 میلادی، برابر است با 6 بهمن ماه سال 1402 خورشیدی. عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه 6 بهمن ماه گفت بیش از یک سال است که مردم در کشور حرف و مشکل دارند و هوشمندی آن است که صدای مردم شنیده شود. امام جمعه اهل سنت زاهدان با بیان اینکه برای اجرای خواسته های مردم قدمی برداشته نشده و در مقابل این خواسته ها مقاومت شده، به مسئولان جمهوری اسلامی یادآور شد روش گذشته جواب نمی دهد و گفتگو و مذاکره جواب می دهد. مولوی عبدالحمید در خطبه های امروز خود تاکید کرد که قانون اساسی در دوره نسل گذشته تصویب شده و نسل جدید و شرایط و تقاضاهای جدیدی پیش آمده، اما قانون هیچ تغییری نکرده است. اسماعیل زهی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مواردی چون نظارت استصوابی شورای نگهبان گفت که در حال حاضر به همین قانون اساسی فعلی هم عمل نمی شود. او با اشاره به رد صلاحیت حسن روحانی و برخی وزیران و نمایندگان سابق مجلس از مسئولان جمهوری اسلامی پرسید دنیا با این رد صلاحیت ها درباره ما چه فکر می کند؟ امام جمعه اهل سنت زاهدان میگوید شورای نگهبان ابتدا در قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها نقش نظارت بر انتخابات را بر عهده داشت، اما بعد از آن نظارت استصوابی را با تفسیر به این قانون اضافه کردند. مولوی عبدالحمید از این نوع نظارت، یعنی از اینکه تایید نامزدها و همه چیز در انتخابات در دست آنهاست، انتقاد کرد. همچون هفته های گذشته نیروهای نظامی و سرکوبگر همزمان با برگزاری نماز جمعه زاهدان در خیابان های این شهر حضور گسترده داشتند. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه دیپلماتیک دریافت هشدار محرمانه از سوی آمریکا پیش از حمله های کرمان را رد کرده است. مقامات آمریکایی روز پنجشنبه خبر دادند که واشنگتن پیش از انفجارهای کرمان به ایران اطلاع داده بود که داعش خراسان در حال برنامه ریزی برای یک حمله است. خبرگزاری ایرنا روز جمعه به نقل از یک مقام دیپلماتیک ارسال پیام از سوی آمریکا را درباره عملیات داعش خراسان در کرمان رد کرد، اما در گفتگو با یک مقام امنیتی نوشت که امکان دارد پیامی از سوی ایالات متحده ارسال شده باشد. این مقام امنیتی به ایرنا گفت اگر پیام امنیتی از سوی آمریکا رد و بدل شده باشد، با هدف در امان ماندن واشنگتن از ضرب شست ایران، خصوصا بعد از جنگ اسرائیل در غزه بوده است. پیش از این یک منبع مطلع گفته بود که آمریکا بیش از یک هفته قبل از حمله کرمان این هشدار را به ایران داده بود. پیشتر غیبت اعضای خانواده قاسم سلیمانی و دیگر مقامات از جمله فرماندهان سپاه، ارتش و نیروی انتظامی در مراسم سالمرگ سلیمانی در کرمان خبرساز شده و سوالات زیادی درباره احتمال اطلاع آنها از حمله مطرح شده بود. مقامات آمریکایی گفتند که اطلاعات خصوصی ارائه شده به ایران به اندازه‌ای در مورد موقعیت مکانی و زمانی حملات دقیق و به موقع و کافی بوده که مقامات جمهوری اسلامی با استفاده از آن می توانستند حمله داعش را خونسا یا دست کم تلفات انفجارهای انتحاری ناشی از آن را کاهش بدهند. 111 تن از فعالان صنفی معلمان و کارگران به همراه گروهی از فعالان مدنی با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از اعتراضات به اجرای احکام اعدام در ایران اعلام کردند که در روز جمعه 6 بهمن ماه اعتصاب قضا خواهند کرد. امضا کنندگان این بیانیه با اشاره به باور عمیق خود به شعار نه به اعدام که مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر تعریف شده، معتقدند که انسانهای بیگناه زیادی تا کنون قربانی اعدام شدند که راه بازگشتی برای آن وجود ندارد. امضا کنندگان دلایل دیگر خود برای همراهی با اعتصاب قضا را در بشتم‌های غیر انسانی و حکومتی، حبس و زندانی کردن زنان و مردان آزاده و سرفراز و همراهی با دو معلم زندانی در شیراز که در اعتصاب قضا هستند اعلام کردند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی با نوشتن نامه‌ای از زندان اوین از آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد خواست که آپارتاید جنسی و جنسیتی را
همانند آپارتاید نژادی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت در اسناد بین المللی جرم انگاری کند. این فعال حقوق بشر در نامه خود با بیان اینکه دهه هاست زیست زنان در ایران در سایه حکومت جمهوری اسلامی با انواع تبعیض‌های جنسی و جنسیتی روبروست، نوشت جمهوری اسلامی به شکل سیستماتیک و هدفمند با استفاده از تمام ابزار و قوای حکومت به ویژه با وضع قوانین سیاست فرودست‌سازی زنان را پیش برده و حقوق انسانی زنان را سلب می کند. موسی سلیمی دبیر ستاد انتخابات استان خراسان جنوبی روز ششم بهمن ماه اعلام کرد که از مجموع 5 نفر ثبت نام کننده انتخابات مجلس خبرگان رهبری در این استان تنها صلاحیت 1 تن تایید شده است. اشاره دبیر ستاد انتخابات استان خراسان جنوبی به ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری کانونی حکومت ایران است که در روز 20 آبان ماه امسال برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان از خراسان جنوبی نامزد شده بود. به این ترتیب ابراهیم رئیسی پیش از آغاز انتخابات وارد مجلس خبرگان شده و تنها رقیب او در این انتخابات آرای باطل خواهند بود. در پی وقوع آتش سوزی در بیمارستان گاندی در شهر تهران، مدیران شهرداری و آتش نشانی میگویند که مدیریت این بیمارستان دست کم 3 بار اخطار ایمنی دریافت کرده اما در این زمینه اقدامی نکرده است. به گفته یه سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران، آتش از نمای ساختمان آغاز شد و به داخل سرایت کرد و بعد از حدود 3 ساعت با تلاش آتش نشانان مهار شد. خبرگزاری ایسنا روز جمعه نوشت که از 93 بیماری که روز پنجشنبه جزء پذیرش شدگان بودند، 51 بیمار به هنگام حریق در بیمارستان حضور داشتند که همگی با هماهنگی شبکه بهداشت به مکانی امن منتقل شدند. به گفته مدیران شهری تهران، این حریق هیچ تلفاتی نداشته و از مجروحان احتمالی این حادثه هم تاکنون آماری منتشر نشده است. حسین نظری، معاون خدمات شهری شهرداری تهران، امروز جمعه درباره آتش سوزی بیمارستان گاندی تهران گفت این حریق به علت نمای کامپوزیتی ساختمان انقدر بزرگ جلوه کرده، اگر نه یک آتش سوزی عادی بوده است. کارگران شرکت نفت فلات قاره بهرگان روز جمعه ششم بهمن ماه بار دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش کانال تلگرامی افکار نفت، پایگاه تلارستانی مطالبات کارکنان رسمی صنعت نفت ایران، معترضان از جمله خواستار حذف سقف حقوق، حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی، عدم تفکیک مشاغل در مناطق عملیاتی و عدم دسترسی به صندوق بازنشستگی نفت شدند. معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش اعلام کرده که بر اساس اعلام سازمان بهزیستی حدود 30,000 دانش آموز دارای معلولیت امکان تحصیل در مدارس ابتدایی را ندارند. با وجود آنکه رسانه‌های ایران پیشتر اعلام کرده بودند که دست کم 200,000 دانش آموز بازمانده از تحصیل در ایران وجود دارد، معصومه نجفی پازوکی، معاون وزیر آموزش و پرورش، با رد این آمار گفته که آمار کلی دانش آموزان بازمانده از تحصیل در این مقطع 140,000 تن است. این مقام آموزش و پرورش علت این اختلاف آمار را با نواقص سامانه ثبت احوال مرتبط دانست. به افزود که برخی دانش آموزان به دلیل مهاجرت، برخی به دلیل فوت و برخی هم به دلیل معلولیت خاصی امکان ادامه تحصیل نداشتند. به این حال معاون وزیر آموزش و پرورش به دلایل بازماندن از تحصیل دانش آموزان معلول اشاره‌ای نکرده است. این سخنان در حالی بیان شده که حذف ردیف بودجه قانون معلولان در بودجه سال 1402 توسط دولت 13 جمهوری اسلامی باعث بروز مشکلات زیادی برای افراد دارای معلولیت شده است. رانگان هشمند در این لحظه توجه شما را به پایین های باسترین وکیل جامعه. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی،
در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمنده و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-909-001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در 2 اندازه‌های مختلف در فروشگاه‌های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. احبه، چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعته. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. صبح امروز جمعه 6 بهمن ماه بخش بزرگی از کف خیابان کارگر تهران دچار ریزش شد که مسئولان شهری آن را به فرونشست زمین نسبت دادند. رسانه ها در ایران به نقل از مقامات شهری خبر دادند که ضلع شمالی میدان قزوین و ابتدای خیابان کارگر به سمت شمال در مساحتی حدود 200 متر مربع دچار فرونشست شده است. با ریزش آسفالت کف این خیابان بقایای یک حمام و سرویس بهداشتی عمومی قدیمی پیدا شد که هنوز درباره تاریخ و قدمتش اطلاعاتی منتشر نشده است. این حادثه منجر به بسته شدن خیابان و قطع آب و برق منطقه برای چند ساعت شد. به دنبال پذیرفته نشدن درخواست اسرائیل برای رد در دادخواست نسل کشی این کشور در دیوان بین المللی دادگستری، نخست وزیر اسرائیل این تصمیم را لکه ننگ خواند و آفریقای جنوبی که دادخواست علیه اسرائیل را به دیوان داده بود از حکم آن استقبال کرد. هرچند قاضی دیوان بین المللی دادگستری در لاهه دستور به توقف عملیات نظامی اسرائیل در این باری که نداد. قاضی آمریکایی دادگاه اعلام کرد که بخشی از مطالب ارائه شده از سوی آفریقای جنوبی در مورد آسیب به حقوق انسانی مردم غزه درست است و این منطقه دارای وضعیت دلخراشی است و به محل مرگ و ناامیدی تبدیل شده است. قاضی دادگاه لاهه از اسرائیل خواست از کشتار و زخمی کردن و نابود کردن زندگی فلسطینیان دست بردارد، چرا که این اقدامات در محدوده کنوانسیون نسل کشی قرار می گیرند. دادگاه بین المللی لاهه از اسرائیل خواست فوراً تضمین کند که نیروهای نظامیش مرتکب هیچ یک از اقدامات ذکر شده نمی شوند و ظرف 1 ماه در این زمینه به دادگاه گزارش بدهد. دادگاه بین المللی همچنین خواستار اقدامات فوری و مؤثر اسرائیل برای کمک به ارائه خدمات بشردوستانه برای فلسطینیان شد.
روزنامه اسرائیلی هارس از دستیابی به تفاهم در مورد اکثر بندها در یک معامله جدید برای آزادی اسرائیلی‌های ربوده شده به دست گروه افراطی حماس به غزه خبر داده است. گزارش هارس به نقل از منبع دولتی نزدیک به مذاکرات در آستانه دیدار میان رؤسای موساد، CIA، نخست وزیر قطر و رئیس سازمان امنیت مصر برای گفتگو در خصوص معامله بین اسرائیل و گروه حماس منتشر شده است. محل و موعد دقیق این مذاکرات فاش نشده، اما تاکید شده که مذاکرات در این آخر هفته در یک کشور اروپایی برگزار خواهد شد. هارس پنجشنبه شب نوشت که معامله مورد گفتگو شامل آزادی تمامی ربوده شدگان اسرائیلی به غزه در یک دوره 35 روزه است و اسرائیل در برابر آن زندانیان فلسطینی را آزاد خواهد کرد و با انتقال کمک‌های بشردوستانه بیشتر به غزه موافقت خواهد کرد. پرامیلا پاتن، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور خشونت جنسی در جنگ، به دعوت دولت اسرائیل روز دوشنبه 9 بهمن ماه به منظور جمع‌آوری اطلاعات در مورد خشونت جنسی که به تأکید مقامات این کشور از سوی شبه نظامیان حماس در حملات روز 15 مهر ماه انجام شده به اسرائیل سفر خواهد کرد. وبسایت سازمان ملل متحد در این مورد نوشته است که این مقام سازمان ملل متحد در صدد شناسایی راه‌های حمایتی از جمله اجرای عدالت و پاسخگو کردن عاملان و همچنین جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و راستی‌آزمایی اطلاعات لازم برای گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود. به همچنین از کرانه غربی دیدار و جمله با مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین و نمایندگان سازمان‌های مدنی گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از 4 منبع مطلع ایرانی و یک دیپلمات آگاه گزارش داد که چین از جمهوری اسلامی خواسته برای جلوگیری از حمله های حوثی ها به خطوط کشتی ایرانی در دریای سرخ همکاری کند، چون در غیر این صورت روابط تجاریش با چین آسیب خواهد دید. منابع ایرانی به رویترز گفتند که بحث ها درباره حمله های حوثی ها در چند نشست اخیر مقامات دو کشور در تهران و پکن مطرح شده است. یکی از مقامات ایرانی به رویترز گفت چین میگوید اگر منافعش به هر شکلی آسیب ببیند بر تجارتش با ایران تأثیر خواهد گذاشت. در نتیجه تهران باید به حوثی ها بگوید که خویشتنداری کنند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام امروز جمعه از حمله موشکی شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی به ناوشکن یو اس اس کارنی خبر داد. سنتکام اعلام کرد که ناوشکن آمریکایی موشک حوثی ها را با موفقیت ساقط کرد و این حمله موشکی تلفات جانی یا خسارات مالی به بار نیاورده است. برندگان هشمند، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. دریافت سریع اقامت کانادا با برنامه استارتاپ قابل توجه کلی افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم به بالا و تسلط به زبان انگلیسی در حد آیلتس 5. من دکتر اشکان عالمی، مدیر عامل شرکت عالمی گروپ، و من آرمان عالمی، وکیل رسمی دادگستری در اونتاریو و بریتیش کلمبیا، راه شما را برای رسیدن به اقامت دائم در کانادا همراه می‌کنیم. با ما تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلچر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری،
امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا، شرکت طلوع عدالت املاک، تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. درست انتخاب کنید. هدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 HeyderiLawGroup.com. خبرها را دنبال میکنیم. میچ مک‌کانل رهبر اقلیت جمهوری‌خواه در مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه گفت تا زمانی که جمهوری اسلامی با تهدید علیه منافع خود و افسران سپاه پاسداران در منطقه مواجه نشود، حملات دولت ایران و نیابتی‌هایش علیه سربازان آمریکا ادامه خواهد یافت. او با اشاره به اختیارات رئیس جمهوری برای استفاده از نیروی نظامی در مواقع حمله به شهروندان و منافع آمریکا گفت دولت بایدن از تحمیل هزینه حداقلی بر جمهوری اسلامی به عنوان معمار کل درگیری‌های منطقه خودداری کرده است. این سناتور سرشناس جمهوری خواه گفت سال هاست که جمهوری اسلامی به عنوان فعالترین دولت حامی تروریست در جهان اقدام به آموزش، تجهیز نظامی، تأمین مالی و هماهنگسازی تلاش‌ها برای خارج کردن نیروهای آمریکا از خاورمیانه و نابودی اسرائیل می‌کند. سناتور مک‌کانل گفت وقتی جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده آغاز به کار کرد، جمهوری خواهان به او هشدار دادند که با ایران ملایم رفتار نکند، سیاست فشار حداکثری را کنار نگذارد، به دنبال احیای توافق هسته‌ای شکست خورده برجام نباشد و کارزار بی امان تروریسم جمهوری اسلامی را نادیده نگیرد. او در ادامه انتقادهای خود از کاخ سفید گفت جو بایدن طی دو سال نخست ریاست جمهوریش بیش از 80 حمله به نیروهای آمریکایی را نادیده گرفته است. به گفته سناتور مک‌کانل، جو بایدن به رغم رهبری قدرتمندترین نیروی نظامی جهان هنوز نتوانسته جمهوری اسلامی و نیابتی‌هایش را وادار به توقف حملاتشان کند. نظرسنجی که به تازگی توسط رویترز و شرکت پژوهشی ایپسوس صورت گرفته نشان می‌دهد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق ایالات متحده از جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا محبوب تر است. در این نظرسنجی سراسری که 1250 بزرگسال آمریکایی در آن شرکت کرده بودند، 40% از ترامپ و 34% از بایدن پشتیبانی کردند. باقی افراد هم مطمئن نبودند که در انتخابات به چه کسی رأی خواهند داد. نتایج این نظرسنجی همچنان نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها از رقابت مجدد میان این دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ناراضی هستند. بعد از آنکه تسلا هشدار داد رشد فروش این شرکت خودروساز برقی در سال جاری کمتر از سال 2023 خواهد بود، سهام آن در روز پنجشنبه بیش از 12% سقوط کرد. این مسئله باعث کاهش ارزش سهام تسلا در حدود 80 میلیارد دلار در بازار سهام شد. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوش رو براتون آرزو میکنم.